پیروزی الاتحاد با گل تماشایی بنزما. امبپه خیال رئال را راحت کرد. دیگر خیانت نمی کنم. رسمی حذف یوونتوس از لیگ کنفرانس اروپا. زلزله در بارسلونا با جدای امبپه از پی اس جی. خدا حافظ بایر مونیخ. سلام رونالدو. رونمایی آرسنال از مجسمه آرسن وینگر. توقف النصر 24 ساعت پس از تساوی برابر انتر. تیم فوتبال النصر در نخستین بازی خود از رقابت‌های جام ملک سلمان به تساوی رسید. در دور نخست از دورهای گروهی سی رقابت‌های جام ملک سلمان، تیم فوتبال عربستان به مساف الشباب رفت که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. این بازی در شرایط برگزار شد که زردپوشان شهر ریاض با فاصله یک روز پس از دیدار دوستانه برابر اینتر در ژاپن به مساف حریف خود رفته بودند. لوئیس کاسترو سرمربی النصر تصمیم گرفت تا پس از دیدار پرفشار برابر نراتوری و سفر طولانی از ژاپن به عربستان، ستاره تیمش مانند کریستیانو رونالدو، اندرسون تالسکا، الکس تلس، سیکو فوفونا و عبدالرحمن غریب را نمکت نشین کند و در این میان مارسلو بروزوویچ در لیست تیم حضور نداشت و کار را از روی سکوها دنبال میکرد. تالسکا، تلس و غریب از ابتدای نیمه دوم وارد میدان شدند که کاری از دست آنها بر نیامد و در ادامه رونالدو و فوفونا در دقایق 62 و 66 وارد زمین شدند که کاری از دست آنها هم بر نیامد. در نهایت این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید تا تیم رونالدو در نخستین گام کار خود را با تساوی در جام ملک سلمان آغاز کند. رسمی حذف یوونتوس از لیگ کنفرانس اروپا. یوونتوس رسما از فصل 2023-24 لیگ کنفرانس کنار گذاشته شد و به دلیل تخلفات مالی باید 10 میلیون یورو جریمه به یوفا بپردازد. در صورت عدم موفقیت در اجرای فیر پلی مالی تا 3 سال آینده، این مبلغ میتواند به 20 میلیون یورو افزایش یابد. پس از این جریمه، فیورنتینا که فصل گذشته در رده 8 سری آ قرار داشت، جایگاه یوونتوس در مرحله مقدماتی لیگ کنفرانس را به دست آورد. کمیته کنترل مالی باشگاه یوفا FCB به این نتیجه رسید که یوونتوس چارچوب قانونی یوفا را نقض کرده و توافقنامه امضا شده در آگوست 2022 را نقض کرده است. در نتیجه CFCB توافقنامه منعقد شده با باشگاه را فسخ کرد و تصمیم گرفت یوونتوس از مسابقات باشگاه یوفا در فصل 2023-24 حذف شود و جریمه 20 میلیون یورویی پرداخت شود. از این مبلغ 10 میلیون یورو مشروط است و تنها در صورت اجرا می شود که صورتهای مالی باشگاه برای سالهای مالی 2023-24 و 2025 با الزامات حسابداری تعریف شده مقررات مجوز باشگاه‌ها و پایداری مالی یوفا مطابقت نداشته باشد. رونمایی آرسنال از مجسمه آرسن وینگر. مجسمه از آرسن وینگر بهترین مربی تاریخ باشگاه آرسنال ساخته شده و در بیرون ورزشگاه میرز قرار داده شده است. باشگاه آرسنال از مدت تا قبل به دنبال قرار دادن مجسمه وینگر در کنار مجسمه سرمربی پیشین تیم هربرت چمپین و بازیکن همچون تری آنری، تونی آدامز و دنیس برکمپ بود. اتفاقی که اکنون به واقعیت پیوسته است. آرسنال به صورت رسمی تایید کرد برای قدردانی از خدمات آرسن وینگر تندیسی از او ساخته شده است. مجسمه وینگر صبح روز گذشته به لندن رسید و هم اکنون در بخش بیرونی ورزشگاه میرز برای رؤیت بازدیدکنندگان در دسترس است. وینگر از اکتبر 1996 تا ماه می سال 2018 هدایت توپچی ها را بر عهده داشت و موفق شد با این تیم 3 عنوان قهرمانی لیگ برتر شامل یک فصل بدون شکست، 7 قهرمانی جام حذفی و 20 سال حضور پایاپی در لیگ قهرمانان اروپا را به ارمغان بیاورد. خدا حافظ بایر مونیخ. سلام رونالدو. مانه در اقدمی النصر. طبق دای منابع آلمانی، بایر مونیخ با انتقال استادیو مانه به النصر عربستان موافقت کرده است. پس از اینکه دو روز پیش رئیس باشگاه بایر مونیخ مذاکره با النصر برای انتقال مانه را تایید کرد، روز گذشته منابع آلمانی از توافق دو باشگاه خبر دادند. مانه قرار است در دبی تست‌های پزشکی النصر را پشت سر بگذارد و بدین ترتیب تنها پس از یک سال از انتقال پرسر و صدایش به مونیخ قهرمان آلمان را ترک خواهد کرد تا همتیمی رونالدو شود. این مهاجم سنگالی در طول یک فصل حضورش در بایر مونیخ در 38 بازی برای این تیم به میدان رفت و 12 گل را برای باواری‌ها به ثمر رساند، اما فقط یک از 12 گل پس از مصدومیت او در ماه نوامبر پس از مرگ رسیده است. مصدومیتی که باعث شد جام جهانی 2022 را از دست بدهد.
زلزله در بارسلونا با جدای امباپه از پی اس جی پاریس دمبله را می‌خواهد. جدای کلین امباپه و رفتنی او برای آل از هر حیث به ضرر بارسلونا است. هم رقیب بزرگ بارسا قدرتمندتر خواهد شد و همین که پی اس جی قصد دارد دمبله را جایگزین امباپه کند. در صورت جدای کلین امباپه در تابستان امسال پاریس سن ژرمن برای جذب دمبله تلاش خواهد کرد. این ادعا است که نشریه اس مطرح کرده است. این در حالی است که وینگر فرانسوی تا جون 2024 با باشگاه بارسلونا قرارداد دارد و ژاوی هرناندز او را به عنوان یک از عناصر کلیدی پروژه‌اش در بارسا می‌داند. به نظر می‌رسد که ماجرای آینده فوتبالی کلین امباپه رو به پایان هست. پاریس سن ژرمن در موضع خود با ستاره فرانسوی ثابت مانده است. جدای کلین نزدیکتر از همیشه است و بنابراین مدیران پی اس جی روی یافتن بازیکنان سطح بالا برای جایگزین این ستاره کار می‌کنند. بین نام‌هایی که برای جانشین امباپه مطرح شده است، مندبله در اولویت قرار دارد. پیروزی آل اتحاد با گل تماشایی بنزما. آل اتحاد عربستان در اولین بازیش در جریان مسابقات جام باشگاه عرب به مصاف اسپرانسه تونس رفت و در پایان به برتری 2-1 دست پیدا کرد. آل اتحاد در این بازی با گل دقیقه 22 بوگو ایرو از حریف عقب افتاده بود، اما نیمه اول را با شکست به پایان نرساند. عبدالرزاق حمدالله در دقیقه 35 موفق شد برای آل اتحاد گلزنی کند تا بازی در نیمه اول با تساوی 1-1 به پایان برسد. این گل روی حرکت تکنیکی بنزما و پاسی او به حمدالله به ثمر رسید. نیمه دوم نوبت اولین درخشش کریم بنزما با پیراهن جدیدش رسید. مهاجم سابق رئال مادرید با یک گل تماشایی نشان داد که چه اندازه آماده و سر حال هست. در دقیقه 55 حرکت از میان زمین با پاس ارزی به بنزما رسید. او پیش از ورود به محوطه جریمه فضا برای شوت‌زنی را مهیا دید و با ضربه قوس‌دار پای راست توپ را از بالای دستان دروازه‌بان حریف عبور داد تا گل زیبایی به ثمر برساند. در نهایت این بازی با نتیجه 2-1 به سود آل اتحاد به پایان رسید. امباپه خیال رئال را راحت کرد. دیگر خیانت نمی کنم. طبق دایل ده اسپورت، کلین امباپه این روزها در حال مذاکره با پی اس جی برای دریافت غرامت جدایی است و برای رئال مادرید اطمینان داده که خیانت سال گذشته را تکرار نخواهد کرد. ساعت پیش مارکا گزارش داد که مادر امباپه رقم مورد نظر پی اس جی برای فروش این ستاره فرانسوی را 250 میلیون یورو اعلام کرده و اینکه در تلاش است این رقم را به 230 میلیون یورو برساند. حالا توپ در زمین رئال هست و باشگاه مادریدی باید تصمیم بگیرد که این رقم را بپردازد یا تا سال بعد صبر کند و امباپه را رایگان به خدمت بگیرد. با توجه به اینکه پی اس جی اعلام کرده غیر ممکن است امباپه بدون تمدید قرارداد فصل بعد در باشگاه مدنی شود، احتمال اینکه رئال به زودی انتقال را نهایی کند بالاست. در همین رابطه لدایسپورت نوشت که امباپه برای آل مادرید اطمینان داده که تحت شرایط قراردادش را تمدید نخواهد کرد و اتفاق سال گذشته رخ نخواهد داد. او از تمدید قرارداد با پی اس جی در بهار سال گذشته پشیمان است و تردیدی ندارد که آیندهاش در رئال خواهد بود. این منبع معتبر فرانسوی همچنین نوشته است که امباپه برای پیوستن به رئال قید 192 میلیون یورو که قرار بود از پی اس جی در فصل 2023-24 دریافت کند را زده، ولی برای جدای مبلغ را به عنوان غرامت می‌خواهد و دو طرف برای رسیدن به یک توافق کلی در حال مذاکره هستند. در واقع به محض اینکه امباپه و پی اس جی روی رقم غرامت توافق کنند، مسیر برای مذاکره با رئال مادرید باز خواهد شد. البته رئال و پی اس جی به خاطر مشکلات گذشته مذاکره مستقیم نخواهد داشت و در واقع همه چیز از طریق واسطه ها پیش خواهد رفت.